برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. درس خارج فقه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی پس از تعطیلی درس ایشان به مناسبت ایام حزن و عزای اهل بیت علیهم السلام از روز شنبه 10 ربیع الاول 1446 قمری 24 شهریور 1403 از سر گرفته می شود. علما و فضلای حوزه های علمیه می توانند از تاریخ مذکور از محفل علمیان بزرگ مرجع دینی بهره مند گردند. شایان ذکر است علاقمندان علم و فقاهت در سراسر جهان نیز می توانند فایل صوتی درس خارج فقه معظم الله را از طریق کانال تلگرام رادیو مرجعیت دریافت نمایند. وزارت کشاورزی عراق کمپینی را برای کاشت درختان در جاده نجف اشرف شهر مقدس کربلا با بیش از 1 میلیون نهال راه اندازی کرد. گفتنی است این اقدام با هدف بهبود ساختار زیست محیطی این مسیر حیاتی که میلیون ها زائر از داخل و خارج از عراق از آن استفاده می کنند خبر داد. در همین راستا عباس جبرالمالکی وزیر کشاورزی عراق بر اهمیت جاده یا حسین یا علی در مسیر شهر مقدس کربلا به نجف اشرف و بالعکس تأکید کرد و استفاده از درختان همیشه سبز را که شوری و دمای بالا را تحمل می کنند ضروری دانست. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که حدود 1/3 از نوجوانان یهودی در سراسر جهان در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از پوشیدن نمادهای ظاهری این دین مانند گردنبندهای یپوری یا ستاره داوود دست کشیدند. این مطالعه که توسط یک مؤسسه و در همکاری با وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهودی ستیزی اسرائیل انجام شده می‌گوید دانش آموزان یهودی به دلیل خصومت در محیط‌های مدرسه ترجیح می‌دهند نمادهایی را که نشان می‌دهد آنها یهودی هستند پنهان کنند. این روند از زمان حمله اسرائیل به نوار غزه که به کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی انجامیده شدت گرفته است. با وجود تلاش‌ها و درخواست‌های بین‌المللی برای پایان این جنگ، بنیامین نتانیاهو و دولت دست راستی او همچنان به حملات خود که روزانه ده ها نفر را به قتل می رسانند ادامه می دهند.